جدای طلبان مسلح میگویند در حمله ی ارتش اوکراین به فرودگاه دونسک بیش از 50 تن از همرزمانشان کشته شدند. تصاویری که دوربین ها از اجساد جدای طلبان در سردخانه دونسک ثبت کردند تصاویری سخت تکان دهند است جدای طلبان که در لوهانسک و دونسک اعلام استقلال کردند میگویند حضور نیروهای دولتی را در جمهوری های خود بر نخواهند تافت و ارتش اوکراین را اشغالگر مینامند اما حمله سنگین و بیسابقه سابقه ارتش به جدای طلبان در فرودگاه دونسک نشان از این دارد که دولت و اوکراین در صدد ریشه کردن جنبش جدای طلبان در شرق این کشور است. فرودگاه بین المللی دونسک ساعتی پس از ورود جدایی طلبان مسلح حامی روسیه به آن در بامداد روز دوشنبه به زیر آتش هلیکوپترها و جنگنده های ارتش اوکراین درآمد. دولت اوکراین میگوید عملیات پاکسازی و کنترل فرودگاه دونسک بدون وارث شدن آسیبی به نیروهای دولتی پایان یافته است. رئیس جمهوری جدید اوکراین هم میگوید عملیات موسوم به ضد تروریسم ارتش باید شورش جدای طلبان را در عرض چند ساعت ریشه کند نه در طول چند ماه. علاوه بر فرودگاه باشگاه هاکی روی یخ دونسک نیز بامداد با سه شنبه به آتش کشیده شد آتشی که به نظر می با افسایش درگیری های دو طرف شعله هایش زبان خواهد کشید اما یا حملات شدید ارتش به جدایی طلبان حامی روسیه خشم تلافی جویانه مسکو را در پی نخواهد داشت این سوالی است که پاسخ آن در وقایع روسایاتی در شرق اوکراین و شاید در شدت عملیات نظامی ارتش اوکراین نهفته است